و در خبری مربوط به ایران صدها شهروند بهایی ایران در نامه‌ای به مراجع تقلید و روحانیان در قوم از آنها خواستند حافظ جان مال و ناموس هموطنان غیر مسلمان باشند این بهاییان از سختی هایی که در سالهای اخیر بر جامعه بهایی ایران اعمال شده نوشتند و آرزو کردند مراجع و مردان قانونگذار مانی بر سر راه ایجاد تبعیض و کاشتن بذر تعصب بشوند آرش سیگارچی گزارش میدهد نامه ای با 515 امضا امضا کنندگان شهروندان بهایی در ایران هستند خطاب به مراجع تقلید و روحانیون نوشتند و از آنها خواستند که از جان مال و ناموس هموطنان غیر مسلمان حفاظت کنند هدف از نوشتن این نامه توسط ایرانیان بهایی که در ایران ساکن هستند این بوده که تزلمی بکنند به آیات اعظام به مراجع تقلید به علمای دینی و اونهایی که قیادت و رهبری مذهبی و دینی هموطنان رو تعدی به عهده دارند و اینکه تظلم بکنن و بعضی از به اصطلاح آسیپا و جفاهایی که به اینها روا رفته رو معرفی بکنند و بشناسونن امضا کنندگان این نامه روایتی از امام اول شیعیان را ذکر کردند و در نامهشان نوشتند ما ناظر و مشتاق پیگیری ها و ادالت خواهی علیگونه شما مراجع هستیم. یقین داریم شما بزرگواران در آینده نزدیک این مظالم وارده به هموطنان بهایی و سایر دگراندیشان ایرانی را محکوم نموده و با درایت و ادالت خواهی از توان خود در جهت کنترل تعصبات کور مذهبی استفاده خواهید کرد. اشارهشان به برخوردهای سالهای اخیر با شهروندان بهایی در ایران است. شش ماه پیش عطا رزوانی از اعضای سابق هیئت سه نفره خادمین جامعه بهایی بندرباس با شلیک گلوله به قتل رسید او بارها از طرف مسئولین اطلاعاتی و دفتر امام جمعه تهدید شده بود همین یک ماه پیش فردی مسلح با حمله به منزل یک خانواده بهایی ساکن بیرجند سه عضو این خانواده را مجروح کرد غیر از اینها در سالهای گذشته شهروندان بهایی زیادی بازداشت و زندانی شدند. هفت رهبر جامعه بهایان ایران از سال 87 در بازداشت هستند. آنها تنها به امور اداری و دنیوی بهایان ایران رسیدگی میکردند و به گفته خودشان دولت ایران در جریان کلیه هایشان بود اما از پنج سال پیش آنها زندانی شدند قوه غذایی ایران ابتدا آنها را به 20 سال زندان محکوم کرد و سپس این محکومیت به 10 سال کاهش یافت شهروندان بهایی خوشبین هستند با نگارش نامه به علمای مذهبی مسلمان توجه آنها را به حقوق این شهروندان ایرانی جلب کنند در نهایت باید به همین مراجع دینی هم تزلم بشه به خاطر اینکه به هر جهت اون کسایی که خوشونت رو تجویز شاید بکنند به هر حال توجیهشون توجیه دینیه برخورد با بهاییان که از آغاز انقلاب سال 57 شروع شده در ماهای اخیر و بعد از بازنشر فتوایی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شدت پیدا کرده است آقای خامنه ای بهاییان را نجس و دشمن دین و ایمان معرفی کرد با اینکه اکثر فقهای اسلام بهاییان را خارج از دین تلقی می کنند اما پیش از این آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید ایران که چهار سال پیش درگذشت بهاییان را دارای حقوق شهروندی در ایران میدانست آرش سیگاچی صدای آمریکا